این هم است. خب شما چند ببخش. تا چیز به من میگی عزیز، هم این چرفه یکی اسم فامیل تا به من میگی. محمد مرتضی پور هستم. آقا محمد، خب بچه کجایی؟ مال کدوم شهری؟ من خوزستان اهواز. چند سالته؟ 19. 19. چند سال دوتا بازی میکنی؟ دوتا رو من از دقیقا 3 سال پیش بازی میکنم. 3 سال. رنگ چیه؟ لجند 4-3 در حال حاضر. بزنم لجند 4. رول خاصی بازی میکنی یا نه همینطوری همیشه آره بازی میکنی؟ چی بازی آره میکنی؟ من مید و کری بازی میکنم، بیشتر مید، ولی جدیدن چون خیلی فارم دوست دارم کری هم بازی میکنم. میده کاری. خب آره دقیقا از من چی میخوای؟ ببین من مثلا به کسایی که کوچ میکنم، یکی هست میگه آقا میخوام تو این رول خوب شم، یکی هست میگه کلا میخوام تو دوتا خوب شم، همه چی از بیس شروع کنیم، یکی هست مثلا میگه فهم میگه فلان هیرو رو میخوام یاد بگیرم. تو چیزی که من میخوای دقیق چیه؟ واقعیتش من هم استریم کوچای نریمانو که میدیدم، یا مثلا کلا بی اس جی نگاه میکنم یوتیوب شو، یا استریم این استریم اون نگاه میکنم، بیشتر میدونید زیاد هیرویی نیستم، یعنی یه هیرو خاص رو ببین 24 بازی کنم. مثلا چه میدونم، اگه مثلا جدیدن استورم، خیلی من تا حالا استورم پلی نداده بودم تا الان، ولی استورم که دیدم بازی میشه زیاد، بیاد مثلا 10 گیم هم استورم زدم و اینا، حالا شاید بلد نبودم ولی خب تمرینی و این صحبت ها، ولی اینجوری هم دیگه دوست دارم بازیم خوب بشه، یا یعنی خوب بازی کنم تا مثلا یه هیرو رو اسپم بدم. و یعنی دیدی بعضی با اسپم یه مدال میرن، بعد مثلا لجند تا انشنت یا اینجوری میرن، نه مثلا بازی مثلا در سطح دیوان باشه، نه اینکه مثلا مورفلینگ هم دیوان باشه بقیه هیرام لجند یا انشنت اینجوری. نایس، ایول، این چیز خوبیه. بعد خب یه چیزی به من بگو، چرا دوتا بازی میکنی؟ یعنی دوتا رو بازی میکنی واسه فانش، واسه اینکه دوست داری، میخوای بعدا بهش باش به یه جایی برسی؟ حالا دوتا بازی میکردم برا فان، بعد مثلا شاید 1 سال دیدم دوتا رو نمیشه فان بازی کرد، بیشتر هر جوری حساب کردم باید ترای هارد بازی کنم و اینا. دوست دارم واقعا هم سطح هم برسه بالا که وقتی بازی میکنم ازش لذت ببرم. مثلا من الان شاید روزی 3 دست، 4 دست، 5 دست، یا حتی بعضی اگه وقت داشته باشم بیشتر دوتا میزنم، برای همین واقعا فکر نمی کنم خیلی فان باشه، چون سولو هم بازی میکنم بعضی موقع میبینی پارتی میزنم، اینطوری نیست که با رفیقام جمع شیم بریم پارتی، شاید سولو هم. به خاطر همین تقریبا جدی دوست دارم بازی کنم، با خوب بازی کنم میدونی. اوکی، میانگین چند ساعت بازی میکنی تو روز؟ میانگین جدیدن یکم کلاس هم شروع شدن کمتر، شده 3 تا 4، ولی قبلا 6 ساعت بیشتر میشد. آخر هفته 4-5 ساعت. خب ببین یه چند تا چیزو بهت بگم. دوتا بله اگه بخوای دوتا رو خوب بازی کنی، دوتا خیلی چیزا داره واسه یاد گرفتن. بعد اگه بخوای همش رو یاد بگیری، طبیعتا باید تایم زیادی پاش بذاری، بعد باید زیاد بازی کنی. یعنی مثلا کسایی که اصلا چه تو رنگ خودت چه تو رنگ های بالاتر دارن بازی میکنن، آدمایی هم که روزی 15 ساعت دارن دوتا بازی میکنن. طرف صبح پا میشه میشینه دوتا بازی میکنه، دوتا بازی میکنه، دوتا بازی میکنه تا شب که میخواد بخوابه، شب دوباره میخوابه، صبح دوباره پا میشه شروع میکنه دوتا بازی کردن. واسه همین چون یه بازی تیمی و رقابتیه، تو داری با کسایی رقابت میکنی که دارن تقریبا روزی 15 ساعت میانگین بازی میکنن، و اگه بخوای با اینا رقابت کنی
100% باید اندازه اینا بازی کنی، حداقل اندازه اینا تمرین داشته باشی. دوتا رو جدی بازی کردن. ببین قبلا اینطوری نبود، چون سطح دوتا پایین تر بود. یعنی الان دیگه ملت یه کارهایی دارن تو دوتا میکنن که تا زیاد بازی نکنی دیگه اصلا نمیتونی انجام بدی. خیلی علمش رفته بالاتر، خیلی پیشرفت کرده. قبلا دوتا خیلی ساده تر بود. بعد اگرم بخوای اینطوری بله. بازی کنی، جدی بازی کنی، بخوای با اینا رقابت کنی، یه چند تا چیز رو باید تو زندگیت بدونی. یکی اینکه اونایی که دارن دوتا رو جدی بازی میکنن، رقیبای تو 90% 80%شون ریل لایف ندارن، یعنی زندگی واقعیشون کار خاصی توش نمیکنن. یعنی نه درس میخونن، نه ورزش میکنن، نه مثلا چه میدونم پا میشن یه غذا درست کنن، نه با دوستاشون میرن بیرون، فقط میشینن دوتا بازی میکنن. چه آدمای موفقش، چه اونایی که صرفا دارن مثل رنگ کافش بازی میکنن. بعد میگم اگه بخوای با اونا رقابت کنی، باید اینو بدونی که دوتا تو طولانی مدت باید واسش یا دوتا رو وقتی بذاری کنار، آره، یا اینکه سر اینکه دوتا بازی کنی باید از یه سری چیزات بزنی، خود به خود ناخودآگاه از یه سری چیزات میزنی، چون هی میبینی داری بهتر میشی، هی میخوای بیشتر تمرین کنی، بیشتر بازی کنی، خود به خود از درست میمونی کنار، خود به خود از ورزشت میمونی کنار، خود به خود از دوستاتی ذره سواتر میشی. واسه همین این تو ذهنت باشه، یعنی اگه بخوای دوتا رو اونطوری صفر بازی کنی، باید تو روز شلوغت حداقل 8 دست بازی کنی. روزای فیری که باید بری واسه 10 15 دست، تو روزایی که شلوغی حداقل 6 تا 8 دست باید بازی کنی. حالا اگه نه، نمیخوای انقدر سفت بذاری پاش، میخوای یواش یواش بازی رو یاد بگیری، یواش یواش پیشرفت کنی، باید حداقل سعی کنی بازی زیاد ببینی. هر رولی که بازی میکنی، هر هیرویی که بازی میکنی رو باید سعی کنی اونایی که با این هیرو آلردی بازی میکنن و خوب بازی میکنن و بازیشون رو ببینی. اینکه ببینی یاد بگیری خیلی بهتر از اینه که بخوای بشینی بازی کنی، چون تو مثلا یه بازی رو ریپلی رو چون سرعتش رو میتونی کم و زیاد کنی مثلا واچ تایم یه بازی میشه 15 دقیقه 20 دقیقه چون سرعتش رو کم و زیاد میکنی، ولی همون بازی رو خودت بخوای بکنی نیم ساعت 40 دقیقه طول میکشه، حالا با اعصاب خردی‌هاش و درگیری فکری و این چیزا. اگه هیرو یا رولیو میخوای یاد بگیری، اولین پیشنهاد من بهت اینه، اگه نمیتونی روزی 10 15 دست بازی کنی، یا اولین پیشنهاد من بهت اینه که زیاد بازی واچ کنی. یعنی پلیرهای خوبی که مثلا همون استورمی که بازی میکنی، میتونی بشینی از بازی های ای جی، بازی های عبد رو ببینی، میتونی بشینی از بازی های وی پی، بازی های جی پی کی رو ببینی، بشین اونایی که استورم بازی میکنن رو ببین، ببین چطوری لول میگیرن، چطوری آیتم میارن، چطوری فارم میکنن، کدوم کمپ رو به کدوم کمپ ترجیح میدن و چطوری جوین میدن و اسپل میزنن. اینا رو خود به خود ببینی، کپی کنی، انجام بدی، لولت خیلی میره بالاتر، تا اینکه از صفر بخوای خودت کشف کنی هیروت چیه، هیروت چطوری قوی تره. من خودم خیلی واچ میکنم، یعنی شاید اگر روزی 5 6 ساعت دوتا میزنم، روزی 4 ساعت 5 ساعت استریم میبینم و یوتیوب میبینم، واچ میکنم اینجوری. بهتر از یوتیوب و استریم، میگم ریپلی بازی های تورنمنت هست. یعنی تو بشینی ریپلی بازی عبدو ببینی، مثلا فکر کنم تو اینترنشنال 12 دست اینطور استورم بازی کرده، بشینی همه اون 12 دست رو از پرسپکتیوش نگاه کنی، میفهمی خب دیگه چرا داره این کارو میکنه، چرا این آیتم آورده، چرا این لول رو گرفته، چرا داره این کارا رو میکنه، ناخودآگاه میاد دستت. بعد واسه همین یاد میگیری، میری خودت اون کارا رو انجام میدی، خودت هم میفهمی آهان پس این کارو واسه این کرده، این آیتم رو واسه این مانا آورده، به این دلیل این بازی اول اورکید نیاورد اول کایا آورد، به این دلیل این بازی اول کایا نیاورد اورکید آورد. واسه همین واچ کردن اولین پیشنهادیه که من بهت دارم بدم واسه اینکه بتونی بهتر بازی کنی. من میتونم یه سری از بیس های بازی رو بهت بگم که کمکت کنه دوتا رو بهتر بشناسی، که بدونی اصلا چرا تو دوتا یه چیزی جواب میده یا چرا یه چیزی جواب نمیده. ببین دوتا کلن بازی تریده، کلن بازی تبادل کردنه. یعنی مثلا داری با یارو لست دینای میکنی، تو ترجیح میدی 4 تا بزنی تو سر یارو، یارو ترجیح میده 4 تا بخوره تو سرش ولی دوتا یونیتو لستیت کنه. به این میگن ترید.
اگه زیاد بازی کنی تو شرایط مختلف بهترین تریدی که میتونی بکنی رو میشناسی، یعنی میدونی دوتا زدن تو سر یارو نمیارزه به اینکه یارو دوتا یونیت رو دینای کنه. یه سری لاینا رو میبینی لستید دینای نمیتونی بکنی، میفهمی جایی که مثلا زور بزنی لستید دینای کنی که سخته، بهتره 4 تا بزنی تو سر یارو که یارو هرس شه بره عقب، بعدش شروع کنی لستید دینای کردن. دوتا بازی تریده، این باید تو ذهنت باشه. هر مووی تو موو رون میدی، مید لینر انمی وای میسته فارم میکنه، تو وای میستی فارم میکنی، مید لینر انمی موو رون میده، تو میری واسه استک کردن یا جنگل زدن، مید لینر انمی جوین میده. اینا همش اکشن و ریاکشنایی که توی بازی میفهمی کدومش به کدومش میارزه. و اگه ریپلی واچ کنی، ریپلی بازی های بازی کنه خوب و واچ کنی، این خیلی واسه ساده میشه، چون اونا 90% مواقع بهترین عکس العمل رو نشون میدن به عملی که یارو داره نشون میده. یعنی اینطوری نیست که مقابلشون یارو داره مثلا ترید میکنه گولد پرمیننتش رو بکنه مثلا 1000، بعد این به جاش مثلا چه میدونم داره اسمال کمپ میزنه یا مثلا داره جوین میده. اگه اون داره فارمش رو زیاد میکنه، این ور داره تاور میگیره، اگه این داره این ور تاور میگیره، اون داره اون ور مثلا یه ستاپی میکنه. این حالا تو ساپورت ها هم هست، یه ساپورت میبینی میاد انرژی میذاره لاین رو بزنه هرس کنه، میبینی یه ساپورت انرژی میذاره جنگ که لاین رو هرس کنه بره مثلا استک کنه، یه ساپورت انرژی میذاره کلا بره وارد دیوارد کنه، یه ساپورت انرژی میذاره جوین میت بده. اینا میگم اینا تریداییه که توی بازی و واچ کردن متوجهش میشی. مچ های فرند آیدی تو من بده که تو دوتا بتونم ادت 89 کنم. خب That wasn't too bright. خب میدونی قراره بری تو لاین جلوی کی؟ این رنجر فکر کنم کم اوکی. قراره دوتا نال تالیسمن بخری با هیروت، یعنی میخوای که دوتا نال احتمال بخری. اوکی آره اینا احتمال میخوام بهت بگم. ببین تو قبل اینکه بری تو لاین، بری اصلا تو بازی، آره حواسم هست. آره باید به این فکر کنی که قرار جلو کی بازی کنی و قراره چی بخری. مثلا میگم اگه قرار نیست دوتا نال تالیسمن کامل کنی، جایی که کلی پول بدی یه دونه سیریکلت بخری، جایی که بیای 155 تا بدی یه دونه ویلینگ سیریکلت بلید بخری، نه سه تا آیرون وود بخر. سه تا آیرون وود هم گلدش از این کمتره، هم همین مقدار اتریبیوت، هم یه دونه اتریبیوت هم بیشتر از این بهت میده، هم میتونی روش تانگو یوز کنی، هم میتونی وندش کنی اگه نمیخوای دو تا نال بخری. تو وقتی میری تو لاین اولویتت لاستید دینای کردنه. لاستید دینای کردن اولین چیزی که میخواد اینه که هیرو دمیجش رو داشته باشه. اگه میخوای بری تو لاین واسه لاستید دینای کردن، بهتره چون که دو تا سیرکلت بخری، حتی اگه دو تا نال تالیسمن هم میخوای بخری، چون که دو تا سیرکلت بخری یه جای یه دونه از اینا، یا سه تا آیرون بود بخری یا یه دونه منتل بخری، چون این منتله هم دمیج خوبی بهت میده هم اینتل خوبی بهت میده. این دو تا بهت دمیج میده، این بهت سه تا دمیج میده، این یه دونه دمیج یه دونه دمیج خیلیه. حالا میگم یا میتونی جای خیلی این زیاد سه تا آره آیرون وود بگیری یا میتونی منتل بگیری، اینطوری بگیری بهتر. حتی این یکم مچش خیلی جدید نیست، ولی جدیدن دو تا نول ترابل بی کی بی من اینطوری آیتم میخرم، دو تا نول و لینا میخرم معمولا. خوبه اگه دوتا نول میخری، خوبه اگه دوتا نول میخری و جوین میدی خیلی خوبه، چون با دوتا نول باید بیشتر به یه بس پایی زیاده. بهدک یه تیزار خراب شد. باشالله باید بیشتر بازی کنی، این لسته تایی که میس میدی سر اینه که کم بازی میکنی، و یعنی اینا کنم یکم
یک کم که نم شد کم لینا بازی کرده بودم، زیاد دستم رو آره مشخصه چون دمیجش. لاستیکشو میتونستی آره بزنی. این سر اینه که کم بازی کرد. بعد آها ببین، اگه قرار کل پول اول بازی تو آیتم بخری و قرار سه تا تامبو راش داشته باطل ندا. باشی، همین راش باتل اگه میخوای بدی قبلش باید یه سلف بیاری. آره. آره یه سلف باید بیاری. اگرم راش باتل میخوای بدی لازم نیست با یارو تریت کنی. ببین تو یا میری تو لاین یار رو بزنی و لست دینای کنی، اون موقع مجبوری خورد خورد آیتماتو بیاری، خورد خورد یه تانگو بیاری، یه سلف بیاری، این آل تالیسمن کامل کنی. لاینه ای که میتونی بزنی هیروت سره رو باید اینطوری بازی کنی، یعنی همینطوری این که لول گرفتی دو سپر کنی، بعد با یارو ترید کنی، نال تالیسمنتو بخری، تانگو بیاری، سلف بیاری، نالتو کامل کنی، بوت بیاری، بعد مثلا باتل بیاری. لاینایی که میخوای فورس، میخوای اول باتل بری، راش باتل بری، معمولا لاینایی هم که واسه سختن، یعنی نمیتونی جلوش بازی کنی یارو رو، اول از همه باتلتو میخوای. و اگه میخوای راش باتل کنی باید بتونی یونیتا رو بزنی، واسه همین لازم نیست دو سه بگیری، یک بگیر که راحت بتونی لستیتا رو بزنی. راحت که بتونی لستیتا رو بزنی باتلت میاد، یعنی تو الان باتلت باید میومد تو این تایم، باتلت میتونستی بخری باتلتو. نیست بادم زیاد، آره همیشه می آره آوردم من تو داد 1.50. دقیقا دقیقا همینو میخوام بگم، اگه میخوای سیو باتل بری مطمئن شو که یونیتا رو میزنی، اگه نتونستی یونیتا رو بزنی سیو باتل نرو، چون خیلی عقب میافتی. حسین هم که مطمئن شی میتونی یونیتا رو بزنی باید یک بگیری. قد نیستم ایشالله. میدونی این یونیت رو چرا لستت یکم نکردی؟ عادت بدی ده. آره چون به هیرو تا به چرخ اتک کرده، آفرین خیلی عادت آفرین. بدی، همیشه انجامش میدم و روتو عادت بکن به کردم یونیت بعد بشه. وایسته، روتو بکن به یونیت بعد وایسته، یه دونه راست هی کلیک اس روش اف بزن. میزنن. آره آره خب اینو باید بگم. ببین تو تایمایی که مید لین جلویت نیست، حالا میخواد بره بیس، میخواد پوش بره جنگل، هرچی، آفرین پوش بده تاور دمیج بزن، پوش بده که بتونی تاور دمیج بزنی، یا اصلا پوش بده که بتونی بری جنگل بزنی. اصلا حواسم نبود که رفته بیس، مثلا همین جا الان میاد. میدونی چرا حواست نبود که رفته بیس؟ خیلی رو کریپا داشتم فوکوس داشتم. آره چون چک نمی کنی وین رنجر رو، وین رنجر رو نها کن. هیچ بیمانه اینجا نداشت. اگه کلیک کنی روش میبینی هیچی نداره، بعد معلومه باتلش نیومده چون نال کامل کرده و با فنوم خریده. چکش نمی کنی، اگه چکش میکردی میدونستی که این داره میره بیس، و چون این داره میره بیس همینجا همه اینا رو باید پوش میدادی. با پوش آره 250 تا به تاورم دمیج میدادی، 250 تا بود. سعی کن همیشه میدلین جلوی تو اینونتوریشو چک کنی. یکم دیر فهمیدم، یعنی تا فهمیدم نیستش پوشو دادم اوکیه ولی چون دیر هیروت بود. هم اول مثلا کم بازی کردی، یه ذره فوکوست هم رو هیروته. اینا همون چیزایی که میگم اگه دقیقا زیاد آره بازی کنی، زیاد بازی کردن باعث میشه تو این چیزا خوب باشی همیشه. باریکالله خوب حراسش کردی.
پای اینجا میتونی بکشیش، همینجا میتونی بکشیش. ها دو بخوره. نه 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 خوش آه آره کشتش. مرد. آره همین میتونستی یک شیش آره کنی. آره باری شده خواهی تانک تاور کردی. این دو اضافه کاری بود. ببین چون یه رو اف فانتین داره میاد اون سه پر ثانیه میشه. اول آفرین، سه ثانیه اول پر میشه اصلا این مانا تا فقط هدر میدی اینطوری. اون مانا رو نگه داری باش کمپ تاور جنگل دمیج دمیج. بده. خیلی عالی، خیلی خوب تاور دمیج دی. اون مانا رو نگه داری یه چیز بخوا اصلا بری جنگل بزنی خیلی به نفته. وارد تو آوردی تو تایم شب دستی تو زدی لیول 7 3 گرفتی. جوین ندن، ندادن. باریکلا الله ترابل تامات مور فیو نزد چه لاکار رفت. اینجا آر پی رو میزد تو بس میمردی. این استانه وقتی نخورد این دیگه شیش اگزت کرده دیگه میمیرید. تورت هم نخونه میکشد تو توی دیگه. حس کردم قراره اون شروع کنه، دیدم هی شروع نمی کرد چون میتونست اسکیور شیش کنه. این اصلا خیلی لیول اپه، شبانه لیول شیشه. اینا خیلی قوی هم، این مدنس داره، این لیول شیشه، اینا خیلی قوی هم. اینکه جوین دادی خوب بوده، خب جوین فیل شد. خیلی بد فیش. خب تو این تایم باید ایشنت بزنیم. وقتی ست سه میشه دیگه راحت میتونی ایشنت بزنی. اصلا اون جوینی که بالا دادی رو هم جاش میتونی سی ایشنت بزنی. حالا فیش مثلا ایس صدا تو شنیدم فکر خب چرا داری ایول میری؟ خیلی اصلا من ایول دیگه نمیرم ها، یعنی این بازی خودم دیدم ایول رفتم تعجب کردم، ولی بکنم به خاطر وین رنجر احساس کردم ستاپ خوبی میشه روش، یا ویور حتی. ببین لینایی که با ترافل بازی میکنه فارمش زیاده. آفرین، میخواد فارم برم کنه نه که باید بده هارد ایول. کریشه. آفرین، داره فارم دقیقا. میکنه که هارد کریشه. اگه میخوای ایول بیاری جوین بدی بکشی، تراوله رو نخر که ایول زودتر همونی بیاد، زودتر بتونی آفرین. جوین بدی. بعد وقتی هم که ایول میخری جالبتره که یک دو پر کنی جای اینکه یک سه پر کنی. اگه یک سه پر کردی تراول هم خریدی، یعنی میخوای با دیگه هیروت هارد کری بازی کنی. وقتی میخوای هارد کری بازی کنی دیگه ایول خریدن اشتباه. یا باید تراول بخری، یا باید بی کی بی سیتن، یا باید شادو ولت بخری، یا باید بی کی بی سیتنیک بخری. شادو ولت بخری تو جنگل میتونی راحت بری پیدا کنی یکی رو بکشی، بک استاپ استان یک شیش اتاک 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 راحت یکی رو بکشی.
بی کی بی سیتنیک هم بخری وای میستی یارات برن فایت کن، یعنی تو فقط یونیت میزنی تا انمی بخواد بیاد با یارات فایت دقیقا کنه، هر وقت انمی اومد با یارات فایت کرد وای میستی کرونا رو به یارات بزنن، بعد کرونا میای بی کی بی میکنی دوتا با این دوتا با اون دوتا با اون راحت. الان بیلدم اینه، تراول شادو بلید بی کی بی، تراول بی کی بی دیگه باش ایول نمیخوام، ولی ای گیم خاص احساس کردم ایول بدیش نمیتونه باشه. ایوان تست کردی دیگه آره لاکار رفت. به خیلی دوست داری جوین بدی بکشی، وقتی اینطوری دوست داری جوین بدی بکشی ترابل نخر، ایول بخر، پاور ترید ایول بخر. آه چه خوب شد، مرد. شانس خیلی خوب شد. یا وایسا ایولت بیاد بعد جوین بده، یا وایسا شادو بلیدت بیاد بعد جوین بده، یعنی هر دوتا جوینی که میدی جوینه خوبه ها، یعنی اینکه تو ذهنته که الان من باید جوین بدم هیرون فارم نمیخواد، این خیلی خوبه، تصمیم درستی، ولی اون جوینه رو بد انجامش میدی. یعنی مثلا وایسا بران رو مگنوس، مگنوس رو تور کنه بعد استان کن، وایسا مگنوس قشنگ راحت یه شاک ویف بزنه یا رو اسلو کنه بعد استان بزن، یا مثلا این وایسا چی ایولت بیاد دیر میشه، من خیلی بدم میاد دیر بشه. خب بیبی مثلا مگنوس نداره. دیر اون موقعی که من میخوام شروع نمیکنه، برای همین خیلی یه جوری رو مخم ببین میدونی خب همین ایبی نداره. نمیشه اعتماد کرد. آفرین تو دقیقا مثل دفعه اولی که اومدم بالا همین سر اینکه دیر میشه عجله میکنی و کار خرابی میشه. اگه فکر میکنی دیر میشه یا یارو نمیتونه این کارو بکنه، اعتماد نداری به یارت، برو حالتی بازی کن که خودت میتونی اون کارو انجام بدی، یعنی برو ایولتو بیار بعد بیا، برو شادو بلیدتو بیار بعد بیا. اگه قبلش جوین میدی یعنی روی یارت اعتماد کردی، دیگه نباید عجله کنی، باید وایس یارت شروع کنه. میگم تاور رو بگیره. درخت دارم قطع کردی اول نیت هم چک کردی ایول کریت میخوایی میخوایی دمیج بدی. من لینا ماجیکه رو قبول ندارم، حداقل تو این رنگ با کسایی که میدونید مثلا به کریت اعتمادی نیست نمیرم ماجیک، اتک باز میکنم. لینای ماجیک یه سری جا جواب میده، ولی تو الان هیروه حریف رو نگاه کن ببین، تو هر وقت آره کروناشی میمیری، هر وقت شمن آره تورت کنه میمیری، هر وقت استان لکشی میمیری، حالا آره چطوری میتونی از این جون سالم به در ببری؟ یا باید ایجس داشته باشی که روت کرونا یوز میشه از یا ایجس بی باشی، کی بی یا باید کرونا نشی بی کی بی داشته باشی کروناشی بازم میمیری، یا باید بی کی... یا باید کرونا نشی، یا اگه میخوای وایسی اتک بدی و احتمال داره کروناشی باید سیتنیک تو بخری، یعنی بخری شادو بلید سیتنیک سیلورج سیتنیک بی کی بی، اینطوری آیتم بخری سر اون مکس اچ پی که بهت میده توی یک نمیمیری. کرونو آفرین نمیمیری، دزلم دارید نمیمیری، با اچ پی یک سیتنیک رو یوز میکنی میزنی پر میشی میکشیشون. این بیلدی که الان داری بازی میری بیلدیه که هر وقت بگیرنت میکشنت، تو باید از قبل بدونی تو بازی میخوای چی بری،
مثلا بری تو بازی اینطوری، خب لینا که تراول میخره به نظرم ایول خوبه، یه ایول بخرم، بعد ایوله رو میخری میبینی خب خوب داری اتک میدی، میگی یه کریتیکال هم بخرم، کریتیکال رو میخری یه کرونا میشی میمیری، تو دیگه من ایه تا پس. مین یک یا همون مین ثانیه 15 که کریپ ها به هم میرسم هی فکر میکنم چی بخرم چی میشه، اگه اینو بخرم چی میشه، هی مرور میکنم که مثلا چه آیتمی بخرم بهتره، آفرین. ولی خب بعد حالا این کارو که میکنی تصمیم تو بگیر، یعنی مطمئن نیستی که مثلا تراول ایول کیریت درسته یا نه، یه لحظه تو حساب کتابات اینطوری که حاجی تراول ایول کیریت خیلی خوبه، تراول ایول کیریت بخرم، تراول ایول کیریت تو بخر دیگه، راجبش فکر نکن دیگه، دو به شک نشو، یعنی مثلا تراول ایول رو نخر یهو، بی کی بی بخر یهو، چه میدونم تازه اسکادی بخر، تازه مثلا کیریت بخر، که گیج پلنم رو نشو. اجرا کنم. آفرین، کاری که فکر میکنی خوبه از قبل بهش فکر کردی رو انجام بده، یا جواب میده یا جواب نمیده، اگه جواب داد که باریکلا، اگه جواب نداد یاد میگیری، ریپلیش رو میبینی، سری بعدی میتونی بهتر انجام بدی، سری بعدی دیگه میدونی بعد چی کار کنی. وای رفتم تو، اوه 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 چه اتفاقی افتاد. خودت سنتی خریدی؟ خیلی کار قشنگی کردی، سرگل من دیگه همیشه خانه. سنتی وارده رو میخرم اگه نخرن یا بدونم. این کار خیلی کار قشنگی. ان شاء الله تو ببینم دیدم چیزی که تو بیرون کردی، آره شوت قشنگی بود. ببین الان میدونی چرا میترسی بری مثلا بخوای یکی رو پیدا کنی بکشی، چون هیروت خیلی نرمه. میمیر، آره آفرین اصلا کچ دارن به اندازه کافی. آفرین. ولی اگه مثلا میگم دوتا آیتمی خریده بودی که صفر ترت میکرد، خیلی پر آره جرأت تر میتونستی موف بدی. دقیقا بعد نگاه کنی، حالا شمنه رو بذاریم کنار، همشون دمیجشون فیزیکاله. ایتی خریدم فکر کنم تو این باز. آفرین. ای سی یا شیوا، شیوا سر اینکه اچ پی ریجن اینا کم میکنه و اسلو میکنه خوبه، و اینکه ویژن میده، ای سی هم خب 100% سر آرمارش. اینجا بی کی وی داشتی میکشتی ستاشون. تو تقریبا خودت ریپلی خودتو میبینی میفهمی چه کارهایی غلطه چه کارهایی درسته، این خیلی خوبه. وقت بذار واسه ریپلی دیدن، چون من با اکثر کسایی که حرف میزنم ریپلی ها اینطوری هن... خودم رو فقط نمیبینم. آفرین. ریپلی خودت هم ببین، چون من دارم میبینم که تو داری میبینی چه کاری اشتباهه چه کاری درسته. من معمولا با کسایی که حرف میزنم اینطوری هم که ریپلی ببینید، میگن ما ریفلی میبینیم نمیفهمیم کدوم کارمون درسته کدوم کارمون غلطه، ولی تو میفهمی کدوم کارت درسته کدوم کارت غلطه. بیشتر یه تایمی بود من بازی نمیتونستم بکنم، فقط استریم واچ ریپلی اینا میکنم، برای همین اوه خیلی رو مپ خونی و اینکه کجا موو میدن و اینا آره این خیلی چیزات خیلی خوبه. کار میکرد، بس همین از اونجا میفهمم تقریبا کجا اشتباه میکنم یکم. این همیشه کارو برام از این سوال به بوده بعد که کجاها رو نمیفهمم دیگه. اوه اوه بس اینجا زنده مونده خوبه. این کارو از این به بعد تمرین کن، تست کن. چی؟
این کارو که میخوام بهت بگم، از این به بعد تمرین کن، تست کن بازیه که شما تو فارمید، اونا هم تو فارمن، سعی کن شادو ولید بخری، پیکاف کنی شادو ولید رو، سعی کن بخری، ببین فکر کن ببین کجا یکیشون میتونه تک باشه، برو اونجا اونو سیسکی پیدا کن بکش. آره گیمایی که بتونم یا دگر یا شادوبلیت میخرم. همونشون نمیدم. آره خب چند وقت پیش، یعنی قبل اینکه دوتا رو یه مدت بازی نکنم، رسیده بودن انشنت، یکم سخت شده بود. دقیقا با همین کار، یعنی با پیکاف رفتم تا انشن، کم سخت شده بود دیگه، اونجا نمیشد کیفاتشون بیشتر که بازی کنی. ببین اصلا دوتا قشنگیش اینه، تو یه چیزی رو یاد میگیری، اون کار رو انقدر انجام میدی که هی داری میبری، هی میبری، هی میبری، هی میبری، بعد میری به یه رنگ که بالاتر مرسی، میبینی تو اون رنگ بلدن جلو چی کار کنن، دیگه نمیبری، دوباره اونجا انقدر بازی میکنی، سعی میکنی، بازی میکنی، سعی میکنی تا یه کار جدید یاد بگیری، دوباره اون کار جدید رو یاد میگیری، دوباره هی میبری، هی میبری، هی میبری. این بازی الان مف موومنت تیپ یوزریجات اینا خوبه، فقط یکی اون آیتم اول لاینت گیر داشت، مدل آیتم گرفتن تو، مدل لول گرفتنت، یکی هم آیتم هایی که بعدش گرفتی، یعنی مثلا ایول کریت بی کی بی، آیتم های این بازی نبود، ترابل ایول کریت بی کی بی، بازی آیتم های این بازی نبود، این بازی مثلا با هم میخریدیم جان. میگم سیتنیک خیلی خوبه، من رو لینا زیاد سیتنیک نمیخرم، ولی خب خیلی آیتم خوبیه براش. زیتنیک شیوا، یعنی این بازی با هم میخردی، تراول مثلا شادو بلید بی کی بی سیتنیک شیوا، یا حالا بی کی بی سیتنیک ای سی، این بازی بیلدش این بود، یعنی چون ببین تو الان نمیرسی اصلا کریت اتک بدی که بخوای کریت بزنی، تو نمیتونی بعد اینکه یار رو ایول میکنی وایسی زیر پاش تا بتونی استانش کنی، چون خیلی استان و دمیج دارن، و زمین هم ایولت فیل شده هم کریتت فیل شده. آره کلا یول شت شده مالینا، قبلا خیلی بهتر. اینجا هم موقع دادی بیرمش میکرده کشتید. اینا هر چیزی که میبینم و جز آیتمات داری خوب بازی میکنی، یعنی اصلا تو فایت ها میتونی یه ذره بیشتر حوصله کنی، بهتر فایت کنی، ولی خب چیزی نیست که الان بخوام بهت گیر بدم، یعنی اصلا این چیزی که توی تجربه این چیزی که دارم ازت میبینم اینطوریه که خیلی باید بازی کنی تا بتونی همه دمیجا رو حساب کتاب کنی، من نمیتونم مثلا بهت بگم چرا حواست نیست بیبر امکان داره پشت بیاد روت، چون خیلی باید بیشتر بازی کنی تا بتونی بیشتر مینیمپ تو بخونی، ولی این بازی اگه آیتم خوب داشتی، آیتم اوکی آورده بودی، فکر کنم تا الان اصلا بازی تمام شده بود یا دیگه تک به تنگ میزدی. ایسی رو میخوای بخری، ببین تو ذهنت هست آرمور میخوای، ولی خیلی حس میکنم دوست داری دمیج بدی، خیلی حس میکنم دوست داری دمیج بدی، کریتیکال سپر کنی، چیز بخری، هایفرستون بخری، خیلی دوست داری دمیج بدی، تا وقتی که نتونن بگیرنت خوب بازی کنی، نتونن بگیرنت، این بیلدت اوکیه، ولی خب به این فکر کن که یه جا گرفتنت، اون موقع میخوای چیکار کنی. یادت با آنف رفتن نورا
اینجا با هم میومدی پیش یاراتا. ببین اینجا دیدی تنها، بود بود البته آره بود اصلا داره. اینجا میای روتوس میای، اینجا تنها جاییه که انمی الان فارم داره، چون بالا رو زدی. اینجا تنها جاییه که انمی فارم داره، درسته؟ اینجا رو یارات ازشون گرفتن. های گران رفتنتون که اونقدر ساده نیست، ابجکتیواتون تا 1 و 2 پایینه. اینجا تنها جاییه که انمی فارم داره، باید بیای کمک یارات این محدوده رو از دستشون بگیری. یعنی فارم کردنت شاید واسه داره گولد در میاره، ولی داره به ضرر تیمت تموم میشه. حالا این فایت ها پرسپکتیو یارات ببینی، مثلا فرسون تا اینجا بود، یه ویور استام میکردی، یه وین رنجر استام میکردی، راحت یکشون رو میکشتی. پوزیشناش پوزیشن اصلا خوب نبود، ولی خب آره درست. من اینجوری بودم که برم یا نرم. اینجا با هم میرفتی، اینجا را کن وین رنر میاد، اینجا تو باید پشت این بشی، همین وین رنر میاد ایولش کنی استانش کنی یا استان خالی بزنی بش. اینجا وین رنجر رو بکشی، اسلاک انقدر دمیج میکنه، کل این دمیج رو میبینی، اسلاک در وین رنجر خورد دیگه که مجبور شد چیش کنه. این وین رنجر رو مینداختی، اسلاکت انقدر کم نمیشد، اصلا بعدشون جرات نمیکردن بیان جلو. فیتت آره باز داری دمیج میخوایی، باز داری MKB میخوایی. آره سیتنیک اصلا تو ذهنم نبود، برای لینا وقت بازی میکنم سیتنیک نه بعد وای استان ندار. اسکدی میدونی که هیرو رنجر رو بیشتر اسلو میکنه، اینو آره آره میدونی؟ 4 تا هیرو رنج دارن. این بازی واسه صفر شدنت هم اسکدی میخواستی هم سیتنیک، چون هم وقتی باشون با اسکدی اتک بدی همشون میچسبن اچپیو میره بالا دی. آفرین، هم مکس اچپیت میره بالا. اینجا میبینی همینجا فرض کن با سیتانیک در بیه، عالی میشه. آره فرض کن با سیتانیک 4 تا اتک بدی، اوه بدون مگه. سیتانیک دیدی چقدر پر شدی؟ آره با همین دزل آیتم بهت جنگله میده. آره آیتم جنگله رو میدی که دزل بهت میده. آه مکانز رو هم زد بسا. ببین فرض کن آره. همه با سیتانیک میزدی تخ 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 همینجا بس تمام قیامت میشه. همینجا بس تمام بابا، این مگنوس اگه می اومد بیسشون رو می کندم فکر کنم. مگنوس اصلا آره ببین پابلیک آره. یا حتی همینه اصلا آره واقعا نمیشه آره. گیر داد تو نمیتونی بگی که مثلا چرا یارو این کارو نکرد. تو این تو ذهنت باشه که اگه یارو این کارو نکرد من چیکار کنم. تو اگه اینجا سیتنیک داشته باشیم بازی تک به پنجه، تو خیلی داری خوب بازی میکنی. یعنی من نمیدونم این اوریج رنک چیه، ولی تو توی این سطحی که اینجا داری بازی میکنی تو این رنک خیلی بالاتر از این سطحی چیزی که من دارم میبینم. تو از همه اینا از همه تک تکشون بالاتری، یعنی میدونی چطوری فارم کنی، میتونی چطوری جوین بدی، فقط آیتم بد میخری و یعنی خیلی داری خوب بازی میکنی نسبت به این سطحی که توشی. خیلی داری خوب بازی میکنی. تو 25 میدلینر اونا 19 فقط آیتم درستی. این بازی تو اگه آیتم درست داشتی همین صحنه ویدو که کشتید، ویور اون بر بچه رو کشتن، اینجا ستاشون رو میکشتی، دو لاین نگاه میکردی. با ایسی هم تاور میخوره تمام.
پاور دمیج نداریم من نباشم چون نمیگیرن اصلا بکنم میگیرن نزلتون خوب بسیم فهم آره هفت اوتوست بگیره یا خدا تو حالا اینجا زنده بودی با اون سرسنی که زنده بودی بودی تمام شده بس قرص شد اینجا سوله بازی کرده دیگه آره آره نه این کار این کاری خب بیام anyway چون خیلی هیروت قویه من اوکی هم که اینطوری نترس میزدی فقط آیتمات آیتمای اونقدر قویه نیست آختی بشون بایلک کرد بکن اوه کاسی که تون بسپنجه دوتا شیش ست داشت اینجا با بیل روشن اینجور من هم اینجور هم یک خود باشم ایوله تو هم میذاشتی پایین آره ساسش کرد در 12 ثانیه استان بود آره یه انمی قوی شده دیگه انمی الان میزنم خیلی قوی آره نه اینجا دوباره فرض کن با سیتنک به هم یشتی میزد شد
این ویور اونا خیلی خوب آیتم خریده، هم اسکادی داره چون تورنجی، هم خودش رو صفی میکنه، هم سیتنیک داره که از دیزیبل میاد بیرون بزنه، هم بی کی بی داره. میل استورمن که حالا واسه فارم خریده بود، این بشر هم خریده، احتمالا جلوش بی کی بی تیپی نکنید. لینکنر هم سر ایول تو خریده که نتونی سالو بکشش، ایول شیشه تو. تو ویور اونا خیلی خوب آیتم خریده. نگاه شدیم ها؟ آره نگاه کن، بشین نگاه کن. خب این بازی تمام. همین ببین، هیرو تو که میخوای پیک کنی، هر هیرویی رو که میخوای تمرین کنی، اولش اینه که سعی کن هیرو اسپم کنی. هیرو اسپم کردن خیلی خوبه، یعنی مثلا میگم بشین آره 5 دست 10 دست لینا بازی کن، بشین اگه کم بازی میکنی یا اگه روزی 15 دست بازی میکنی لازم نیست اونطوری اسپم کنی، ولی اگه روزی 3 4 دست قرار بازی کنی هیرو اسپم کن. این خیلی تاثیر داره که هیرو اسپم آره. کنی. هیرو اسپم کنی بیلدای مختلفش میاد دستت. یکم بد اسپم، من کلا اسپم به دلم نمیشینه میدونی، حالا برای ام ام آر که به کنار باید اسپم که، ولی خب اسپم مالکان یکم بد اسپم کردم خیلی خوب، یعنی 5 دست اول باختم ولی فکر کنم 10 دست 15 دست بردم اسپم خیلی عالی کردن بود. چون شرایط مختلف بازی رو بهت نشون میده، یعنی میفهمی تو هر شرایطی چی باید بخری، خیلی خوبه. هر هیرویی را قبل اینکه اسپم کنی سعی کن ازش دو سه تا بازی ببینی. این مچه دیگه که دادی اینم باز ریپلی نداره. نداره بر خودم داشت اصلا دیگه ببینم، برای خودت داشت؟ بر خودم یعنی دانلود کرده بودم ظاهرا قبلا. توفن دوتا میاره، توفن دوتا هم نیاره. نداره هیروهایی که میخوای بازی کنی ببین، قشنگ بیا تو قسمت واچ. خیلی ساده دیفالت، خیلی دیفالت بیا مثلا تیکت اینترنشنال رو باز کن، یه دونه بازی مثلا سیکرت تیم اسپیریت، هر تیم، تیمای خوب دیگه، تیمای تاپ، یکیشون رو باز کن بشین ببین. مثلا میگم مید لینر تیم اسپری تورنتو توکیو چطوری لینا بازی کرده، بشین نگاه کن چطوری وین رنجر بازی کرده، بعد ریپلی رو که میبینی از خودت سوال کن چرا این آیتما رو خریده. الان اصلا امو رو نگاه کن، خریده بی کی بی، تراول بی کی بی، شادو بلید، لینکن، هر کدومش رو حساب کنی میدونی واسه چیه. تراول که خب دیفالتش رو میاره فارم کنه، بی کی بی رو اول آورده چون فایت های ارلی میخواد درگیری کنه، بعدش شادو بلید آورده بتونه پوزیشن بگیره تو فایت روسکی بازی کنه جلو اینا، بعدش لینکن آورده سر دوم. یعنی بعد تا تایمی که این آیتماش بیاد خیلی کم فایت کردن، یعنی تا تایمی که لینکنش بیاد خیلی کم فایت کردن، سعی کردن بیشتر داج بدن تا آیتم بیارن. این کارو بتونی بکنی یا هیرویی که میخوای بازی کنی این کارو بتونی بکنی، ریپلی نگاه کنی بعد اون هیرو رو بازی کنی، خیلی رو بازی تاثیر داره تا اینکه دیفالت فقط بری تو مپ بازی کنی. الان اصلا تورنتو توکیو رو نکن، میل استورمش رو خریده، میل استورم هم بهش فارم میده هم کیل میده. میل استورم بی کی بی که بتونه بود دو یکی رو بکشه، بیلینک آورده بتونه پوزیشن بگیره، تهش ایون دیسک آورده. چرا ایون دیسک آورده؟ که اگه 1% لاین یا تایت پریدن روش این نرسید بی کی بی کنه، ایون دیسک نجاتش بده. یعنی دیگه به دمیج فکر نکرده، هیروش دمیجش کافیه، هیروش دیگه با بی کی بی میل استورم دمیجش کافیه، کنارش هم پی ای دارن، اونقدر دیگه نگران دمیج نیست. آیتم دیفنسیو آورده، ایون دیسک آورده. ریپلی ببین، ریپلی دن خیلی تاثیر داره. ریپلی ببین و هیرو اسپم بده به آیتمات از قبل فکر کن. تایمی که میری تو بازی میگه اگه ریپلی دیده باشی آیتمای مختلف هیرو تو میدونی که چه آیتمایی میتونی بخری. هیروهای انمی رو نگاه کن، هیروهای یارتو نگاه کن، بگو آقا این بازی من این آیتما رو میخرم، تا این آیتما من مثلا نیاد تو فایت نمیام،
مثلا این بازی من شادو بلید بی کی بی میخرم تا مثلا سیتنی کم نیاد تو فایت نمیام، ولی سعی کن با شادو بلیدت مثلا دو سه تا پیک آف کنی. الان مثلا آره کاری که خود من دارم میکنم، من دارم نیچر بازی میکنم. با نیچری که بازی میکنم یه بازی بیلد دمیج میخرم، یه بازی بیلد تانکی میخرم. این بیلد تانکی میبازه بیلد دمیج هم بیارم، فکر کنم اینه. یه بازی اینطوری هم که اورکید بیارم، چون هیروهاشون رو نگاه کن، اورکید جلو نکرو خوبه، اورکید جلو ویور خوبه، اورکید جلو دارک ویلا هم خوبه، اورکید جلو این ستا پرستانی خوبه. آه جان درست هیچ هیچ برمش یه لحظه اورکید جلو اینا خوبه، من میتونم جلو اینا بزنم، میتونم جلو اینا اورکید بیارم بزنم. ولی مثلا یه بازی دیگه کردم همین دو سه ساعت پیش، جلوم کونکا، پاج، وین رنجر، رید کینگ، اوگر، من هیچ کدوم اینا رو با یالی فیزیکال دمیج نمیتونم بزنم. این چقدر سفتن، این سفته، آره این سفته، این سفته، این سفته، اینم که سه داره، اصلا حوصلم نمیکشه بخوام اینا رو با دمیج بزنم. واسه همین میدونم نیچر پوزیشن سه این بازی دمیج نمیزنه، ولی خب اونا هم من میتونم یه کاری کنم اونا هم دمیج نزنن. آیتم خریدم، پایپ مکانز، پایپ مکانز خریدم، کونکا ریسکینگ رو هر کی شروع میکرد بغلش پایپ مکانس میزدم، ای پوزیشن پنجمون رو نمیتونستن بکشن. بعدش ای سی آوردم بیلدینگ زدن، بعدش ولد آوردم، یعنی یه بیلد اینطوری آوردم، چون من نیچر خیلی بازی کردم میدونم نیچر چه شکلیه. یه بیلد اینطوری آوردم، سیف کردم، تانک کردم، هم هر جا فایت شد رفتم چسبیدم به یارام واسهشون پایپ و مکانس زدم، اونا همه اسپلو و دمیجاشون رو زدن، یارای من نمردن، ما افتادیم دنبالشون کشتیمشون، بالاخره انقدر زدیمشون تا مردن. چون ای داریم، ای وید اسپیریت دیگه سنگم آب میکنن، از یه جایی به بعد شیشه این بخوره، شیشه این بخوره، دیگه سنگم آب میکنن. ولی من نیچر این بازی خیلی آیتم میخوام تا به اینا دمیج بدم. بعد پوزیشن سه هم آف لینرم، نمیتونم کلا وایسم فارم کنم، مثلا اورکید بیارم، میل استورم بیارم، کلید دو بیارم، اورکیدم بکنم، بلاتون سیتنیک بیارم، اوف این آیتما میره مینسی. ما این بازی مینسی بردیم، مینسی تموم شده، بیسشون رو زدیم خورد خورد. یه پایپ، یه مکانس، یه ولد، یه بازی دیگه، مثلا این بازی نیچر اصلا حالت کریتور بازی کردم، نیچر کری بازی کردم. این بازی فول دمیج خریدم، یعنی ارکیدم رو خریدم، یکی دوتا کیل گرفتیم با این ارکیده، بعد اینکه ارکید رو خریدم یکی دوتا کیل گرفتیم. بعد میل استورم آوردم که فارم کنم، میدونستم این بازی من حالا حالا ها آیتم میخوام و من باید بزنم، چون فیزیکال دمیج دیگه ای نداریم، من باید این بازی بزنم. گفتم اوکی میل استورم میارم فارم میکنم، بعدش میام فایت. میل استورم آوردم، بعدش بی کی بی آوردم، بعدش ای سی اوکی آوردم. این بازی کریم، این بازی کریم نیچر کریم، بعدش ای سی آوردم که لایکنه نتونه دمیج کنه خودم و یارامو، بعدش سیتنیک آوردم. من فقط شیش ای ایو نخورم چون هیروم سفته، وای میستم زیر پاشون سیتنیک میکنم همشونو میزنم. بعد اینکه دیدم دیگه هیروم نمیمیره، هیروم سفته، بی کی بیمو دارم، سیتنیکو دارم، ایسمو دارم، دمیج اضافه کردم، کریت دو خریدم. بعد کریت دو میل استورممو کردم گلیپنیر که بتونم کچ داشته باشم بگیرم، اورکیدم فروختم، اسکادی خریدم، آیتم آخر اسکادی خریدم سر اینکه مورف داشتن همین، چون دیگه چیزی نمیتونستم بگیرم. آیتم های تانکی دمیجم رو دارم، یا بعد هکس میخریدم که مورفک اشتباه نکنم لینکن داشت. آره نمیتونستم مثلا به این فکر هکس بخرم که میرم قدیر منفرم هم لوت جلوش میکنم. خوبه آره اسکادی خریدم، هم خودم خیلی صفر شدم، هم خیلی بد زدم. اوریج بازی هم اوریج پایینی نیست، 52 کی دمیج زدم، 18 و 600 بیلدینگ زدم، 61 هم دمیج خوردم. اون 61 خوردم سر این نمردم که سیتنیک داشتم، کلا 4 تا دد دادم. 61 دمیج خوردم کلا 4 تا دد دادم سر سیتنیک، است سیتنیک میکردم با اچ پی خیلی کم وای میستادم میزدم. زیاد که بازی کنی بیلد هیروت میاد دستت، هیروتو میشناسی. اگه قرار نیست زیاد بازی کنی، کم بازی میکنی، باید هیرو اسپم بدی. یعنی من راهکاری ندارم بهت بگم آقا مثلا با روزی 4 دست بازی کردن که اون 4 دست هم بخوای 4 تا کیلو فلان قرص مختلف تو بازی کنی. بانکت آره نه من واقعیت کاری بلد نیستم که بخوام، یعنی نمیدونم کسی بلده یا نه که بگم مثلا آره روزی 4 دست بازی میکنی، 4 تا هیروی مختلف هم بازی میکنی، مثلا این کارا رو کن بازیت خوب میشه. چون من الان دیدم تو مید لینی که بازی کردی
میدلینو خیلی بهتر از میدلین جلویت بازی کردی. یعنی اینطوری نبود که لاین نتونی کنترل کنی، لست دینای نتونی کنی، میدلین تو خیلی درست بازی کردی، صرفا اون اعتماد بود. یعنی تو تو کل بازی فقط مشکل آیتم خریدن داشتی، همین. میگم آره یا ایدی برات فرستادم دیگه، هم لوزام چی پیدا نکردم که ریپلی داشته باشه. این آرکه یکم سخت شده بود گیم برامون، یعنی قفل کرده بودیم تا یه جا، یه جا ترو کردن که فکر کنم بین کردیم. ببینم اول بازی هم یکم اذیت شدم اگه اشتباه نکنم، بازی میراث یکمش هم میلستام ببین. خریدی فقط فارم کنی. بعد شادو بلید خریدی، بعد هیکس خریدی. واه، تامین 12-4 تا دت دادی، دیگه دت ندی. ای بابا اینم دانلود نمیشه که، نمیدونم چرا اینطوریه؟ عجیب بود، کنم هرچی سرور داشتن رو خالی کردم. اینم ریپلای نداره. نداره نه اشو بس یه فکر نکنم چیز دیگه ای بود، ندارم چیز خودت. نمیدونم به نظر تو، نمیدونم کجای کارم اشتباه، خودم به نظرم که کم بازی میکنمه، چون مثلا یعنی یه گیم میرم تو گیم یه ترو میکنم خداحافظ میبازم، بعد اینطوریه که مثلا یه وین میزنم لوز بعدی رو که میدم دیگه حوصله ندارم که این بزنم، خب همین، باید میدونی؟ خودتو زور کنی بازی کنی. ببین اینو بهت گفتم، تو باری با نه آدمایی مثلا یه بازی ساعت میکنی، بعد میام تو بازی دیگه، اوکی، تو داری میرم با یه ساعت آدمایی بعد. بازی میکنی که دارن روزی 15 دست دوتا بازی میکنن. ببین تو وقتی پابلیک بازی میکنی، هر کاری کنی یه سری گیما لوزه، هر کاری کنی و هر کاری هم بکنی یه سری گیما وینه. وقتی زیاد بازی کنی، درصد این گیمایی که انیوی لوزه و درصد این گیمایی که انیوی وینه با هم مساوی میشه. یعنی مثلا تو روز تو سه تا بازی رو در هر صورت میبازی، سه تا بازی رو در هر صورت میبری، اون چهار دست دیگه میشه گیم پلی تو. اون چهار دست دیگه است که باعث میشه تو رنگ آپ شی و بازیت بهتر شه. وقتی از انمی خوب تر بازی کنی، یارات با هم مساوی باشن، تو از انمی بهتر باشی، تو میبری، تو رنکاپ میشی. واسه همین تا وقتی زیاد بازی نکنی، هیچکس هیچ کمکی بهت نمیتونه بکنه. علمت میره بالا ولی نمیتونی اجرا کنی، میفهمی چی آره به چیه دقیقا چجوریه ولی نمیتونی اجرا کنی. یعنی مثلا میدونی لاین کنترل چیه، اگرو چیه، هرس چیه، بلاک چیه، فلان چیه، بیسار چیه، همه اینا رو میدونی، ولی میری تو بازی نمیدونی الان باید بلاک کنم، الان باید پوش بدم، الان باید برم جنگل، الان باید اگرو کنم، نمیدونی کدومش واسه اون بازیه. واسه همین اولین چیزی که واسه دوتا خوب بازی کردن یا رنکاپ کردن داری اینه که زیاد بازی کنی. تا وقتی زیاد بازی نکنی، نه بازیت بهتر میشه نه رنکاپ میشه. این تو ذهنت باشه و درست. بهتم گفتم دیگه زیاد بازی کردن چه چیزایی داره. حالا زیاد بازی کردن درسته دوتا تو خوب میکنه، ولی خب یواش یواش از درست عقب میمونی، یواش یواش از دوستات عقب میمونی، از دوستاتو دیدن، از معاشرت، از فلان، از بیستار. چون ببین اکثر کسایی که گیمر میشن کسایی که اول ریل لایفشون از بین رفته بعد گیمر شدن. مثلا تو مدرسه با دوستاش خوب نمیتونسته با کسی دوست شه، نمیتونسته ارتباط اجتماعی داشته باشه، خونوادهش بهش کمک نمیکردن، از این خونواده ها نداشته که برش دارن ببرن پارک، ببرنش مهمونی، ببرنش فلان، ببرنش بیسار، خونواده بهش دقت نمیکرده. بیرون از خونواده تو مدرسه و اینم نمیتونسته دوست پیدا کنه، نشسته پای کامپیوتر شروع کرده بازی کردن، روزی 15 ساعت از زندگیشو میذاشته پای بازی کردن.
واسه همین یارو خیلی از من و تو یارو جلوتر میفته. اما من خودم دوران مدرسه اینطوری بودم، حالا با دوستان بازی میکردم، اما مدرسه بودو بودو میرسیدیم خونه لباسامونو هنوز در نیاورده، گارنا جمع میشدیم دوره هم میرفتیم تو بازی، دوتا یک بود اون موقع. یه موقع اصلا لول بازی میکردیم، من لولم هم خیلی خوبه، دوتام هم مثلا خیلی خوبه، اکثر مثلا کانتر هم خیلی خوبه، چون همه اینا رو اون تایم ها یه تایمی مثلا فکر کنم 2 3 سال هر کدوم و روزی مثلا 15 دست میانگین بازی میکردم، یه روز 10 دست یس میزدم، 10 دست دوتا میزدم، یه روز فقط 20 دست لول بازی میکردم، یه روز فقط 20 دست دوتا بازی میکردم. مثلا همین من الان دارم آره، میبینم هم من گیم خیلی دبیرستان اینطوری شدم تقریبا، همین که بی... دیگه تو گیم رو شروع کردم. آره، تو هم دوتا گیم رو شروع پلیت کردم. خوبه، تو هم گیم پلیت خوبه، هم علمت خوبه، تو فقط الان لازمه که زیاد بازی کنی. اگه زیاد بازی کردن به درست اینا لطمه نمیزنه، به زندگی واقعیت لطمه نمیزنه، فقط الان زیاد بازی کردن میخوای، فقط زیاد بازی کنی، همین تمام. تو زیاد بازی کنی اون موقع رنکت میرسه به رنک که توش هستی، چون تو به نظر من الان لژند 4 5 و 3 اینا نیستی، تو الان به نظر من اصلا ایشنت 4ی، ایشنت 5ی، چون دارم میبینم چیزی ندارم من بهت بگم این کارت اشتباهی جز آیتم خریدنت. ندارم اینا موات درسته، خیلی سریع داری فارم میکنی، میدونی باید ایشنت بزنی، میدونی کدوم تارگت بزنی، من این چیزها رو نمیتونم بهت گیر بدم چون از سطحی که داری بازی میکنی بالاتری، باید برسی نمیدونم به سطح چه خودت. هیروی بازی کنم، هیرویی که مثلا آخه مثلا لینا باز اوکی تر نسبت به بقیه هیروهایی که میشه باشون خوب بازی کرد. مثلا آرک واردن من خیلی آرک یعنی فیوریت هیرومه بین هیرو، ولی تو دو دست آرک واردن بازی کنی انگار 5 دست خسته دو تا میشی، بازی کنی. آره آره دیگه خسته میشی میسوزه CPU، دقیقا. ولی واسه خب همین ببین اسپمش نمیشه دو. بخوای میشه، ببین دوتا میشه سخته، دوتا اول آخر اذیت سخته. میشه. آره لینا رو تو 4 دست اسپم بدی نمیدش انگار 5 دست بازی کرد، ولی میگم 2 دست آرک واردن قشنگ 5 دست ببین انرژی میگیره. تو انیوی تا خسته نشی پیشرفت نمی کنی، این باشگاهه، تو تا وقتی بری باشگاه مثلا چه میدونم میله خالی بزنی، خب هیچ وقت عضلات از یه حدی بزرگتر نمیشه، ولی وقتی زور میزنی مثلا پنجیم بر پنجم بر دمبل بزنی، زوری دستات میلرزه، بدنت خالی میکنه، چشات سیاهی میره، فشارت میافته، فشارت میاد پایین، اون وزنه رو که میزنی درسته تو اون لحظه خیلی خسته میشی، یه روز دو روزم بدن درد داری، ولی پس فرداش خودت تو آینه نگاه میکنی، زورت رو نگاه میکنی، میگی آه باری کلا چی کردم. دوتا هم همینه، شاید واسه دو دست دست آرک واردن بازی کردن بعدش خستت کنه، ولی تو اون خستگیه باز باید خودتو زور کنی بازی کنی، باز باید خودتو زور کنی بازی کنی، راحتی نمیطلبه، کاری که سخت انجام دادنش تمرین میخواد راحتی نمیطلبه. هر وقت خسته شدی نری گیم، هر وقت عصبی شدی فایند ندی، هر وقت دیدی مثلا نمیتونی خوب بازی کنی اون روز دوتا بازی نکنی، اینا باعث نمیشه تو پیشرفت کنی، تو داری واسه خودت راحتی به وجود میاری، در صورتی که اون سختی است که تو رو قوی تر میکنه، اون زحمت کشیدن است که تو رو قوی تر میکنه، واسه همین باید زحمت بکشی اگه میخوای دوتای خوب بازی کنی. یعنی اگه مثلا میبینید تو روز 15 ساعت وقت داری و از این 15 ساعت مثلا 5 ساعتش رو درس میخونی، 10 ساعتش رو فیدی، ولی تو اون 10 ساعت 3 دست بازی میکنی، خب طبیعیه تو نباید از یه رنگ سطحت بیاد بالاتر، چون اونا دارن بیشتر از تو تلاش میکنن. باید برنامه تو فیکس کنی، آقا از خواب پا میشم صبحانه میخورم 5 ساعت درس میخونم، عین 10 ساعت رو دوتا بازی میکنم، عین 10 ساعت رو نان استاپ دوتا بازی میکنم، نمیدونم خستم عصبیم الان نمیشه، الان حسش نیست، الان فلان الان بیزار نمیشه، نمیدونم امروز حوصله باشگاه ندارم، امروز نهار نخوردم نمیرم باشگاه، امروز خستم، امروز میخوام با آره دوستان برم دو ماه بیرون. قشنگ داک تابستون که شد من دیگه کنکور رو دادم تمام، 2 ماه دقیقا همین کاری که گفتی کردم، رسیدم انشنت کنم 3 یا نزدیکای 4 هم رفتم، ولی بعدش بعد وقتی بود تصادف کردم با ماشین 1 ماه نتونستم هیچ کاری بکنم، آخ بعد آخ آخ دوباره که برگشتم تا لژند 3 اومدم، عیبی یعنی اصلا بعد نداره، هر کاری کردم وین نشد. عیبی نداره. دوباره ببین من
مثلا 2 سال و نیم پیش رفتم سر یه کاری که روزی 12 ساعت کار بود، بعد تایم دوتا بازی کردن نداشتم. من مثلا 3 سال پیش ایمورتال 230 بودم، 220 بودم، 2 سال رفتم سر کار، الان داری میبینی دیگه چندم، 1700م، هزارم میبازم اینجا یه تایم های. 2 سال رفتم سر کار، سر اون 2 سال که رفتم سر کار از دوتا عقب افتادم، الان مثلا 6 ماه که سر کار رو نمیرم، از دوتا عقب افتادم. بعد 6 ماه من هنوز نتونستم اون 2 سال کامل جبران کنم، چون دارم میبینم، چون آره دوتا هر روز داره عوض میشه، پچ میدن، ملت حرکت جدید میزنن، کار جدید میکنن، دوتا هر روز داره عوض میشه. بعد اگه هر روز بازی نکنی، زیاد بازی نکنی، عقب میمونی، عقب میفتی. درسته. ولی خود من سر اینکه 2 سال بازی نکردم الان عقبم. ایمورتال 230 240 کجا؟ ایمورتال 1700 کجا؟ حالا تو اونجا ایمورتال، با اینجا لژنده، خیلی من فشار میاد که نمیشه. حتی اونجایی که ترو میشه، مثلا دیدی خب بازی میکنیم اینه 40 خورده ای، یه بار بمیری مهم نیست چی کار کردی یا تو چقدر خوب بازی کردی، یه بار میمیری بازی تمام میشه دیگه. اونجا برام اذیت نمیشم، ولی مثلا چه میدونم یه سری گیم ها میبینم مفت داریم میبازیم، یا مثلا تکی نمیتونم جمعشون کنم، خیلی اذیتم میکنه. مثلا با مهم آر نیست، باید تمرین کنی. ببین تو وقتی باید ناراحت شی که تلاش نکنی، وقتی تلاش نکنی باید ناراحت شی، ولی وقتی تلاش کنی بازم نشه ناراحت نمیشی. یعنی تو مثلا یه بازی یه روز 10 دست بازی کردی، تو اون 10 دست هر دست زدی پاره کردی، ولی 10 دست تو باختی 300 تا امار اومدی پایین، اون آره ناراحتی و عصبانیت نداره، چون سعی تو کردی. امروز 10 دست باختی، فردا 20 دست میبری، میدونی امروز 10 دست باختی، فردا 20 دست میبری. ولی اینکه تلاش نکنی و ببازی، این به نظر من ناراحتی نداره. اگه روزی 2 3 دست بازی میکنی، اون 2 3 دست هم میخوای وسط ها شل کنی دیگه، صفر بازی نکنی، نمیدونم با یارات دعوا کنی، بگی دارم سر این میبازم سر اون میبازم، این به نظر من داری وقت تو تلف میکنی، داری خودتو اذیت میکنی. یعنی اصلا اون 3 ساعت 4 ساعت رو بذاری با رفیقات بری بیرون خیلی بهتر از اینه که بذاری پای دوتا. دوتا سخته، واقعا دوتا هم خودش سخته، هم مسیر خوب شدن توش سخته. یعنی جدا از اینکه میری آره تو واقعا بازی یعنی بازیش سخته، اینکه روزی 10 دست بخوای بازی کنی هم با سخته، ولی خب اینا رو باید تحمل کنی تا خوب شی. مثلا بقیه دیگه ما مثلا فقط دوتا و سی اس اینجوری حال میدن چون سختن به من شخصه، ولی مثلا من بازی آفلاین اصلا نمیتونم، دوست دارم منم بازی نمیتونم، آنلاین باش. آره چون این مثلا آدم اینکه به چالش سختن. میکشه. یعنی یه آدمی مثل خودت دقیقا نشسته دقیقا جلوت داره زور میزنه پارت کنه، تو هم داری زور میزنه اینو پارت کنه، این حال میده. اینکه بازی آفلاین کامپیوتری باشه، عقب برنامه نویسی شده باشه، دوبار میری مثلا میمیری، یاد میگیری، سری سوم میری دیگه نمیری میزنی، اون حال نمیده که. آره آقا خیلی ممنون دیگه، از اذیتت هم نکنیم این همه. عزیزی سوالی چیزی حرفی، حالا نه الان، بعدا تو پی ام، هر وقت چیزی به ذهنت اومد به من پی ام بده، من در خدمت هستم. هر وقت باشه میگم هر جایی که خواستی، حالا دیسکورد، استیم، هر جا خواستی به من پی ام بده، من جواب تو میدم. و اینکه راضی بودی، باشه کمکت کرد این حرفایی که زدم، آره، عالی. یعنی اینجوری بودم که نمیدونستم بازی کردن فایده داره نداره، چون اصلا بعضی موقعات حتی به این نتیجه میرسم زیاد بازی کردنم دیگه فایده نداره، یا باید خوب بازی کنی ببری یا بازی نکنی. خب زیاد دیگه بازی همین کردن دیگه. خیلی تاثیر داره، اصلا شک نکن. آره باشه آقا، بریم حتما حالا اگه اتفاقی پر نمیشه بعدا تو استیم بهت پیام بدم یه بار، واسه یه بار دیگه انشالله دفعه بعدی انشنت دیوان شدم حتما دوباره با هم کوچ بگیریم، خیلی حال داد. هر وقت خواستی من در خدمتم. استیم من امکان داره استیم یه در ریموف کنم، چون من استیم فرندلیستم پره. اگرم ریموف مشکل کردم، نیست. دیسکوردم هست، اینستام هست، هر جا پی ام بدی هستم. صرفا استیم دوست ندارم استیم ریموف کنم، ولی خب چون نه فرندلیستم نه پر میشه مشکل نداره. مجبور میشم. و یعنی هر وقت دیسکورد پی ام آره بدی، باشه اینستا پی ام بدی، من در خدمتم. باشه خیلی ممنون.
بریم کاری باری فردتو شبت خیلی بخیر خسته من نباشی چرا گفتم کاری باری خداحافظ قربونت خدا.